چرا اینجا نشستی؟ همینطوری حالم گرفته بود اومدم اینجا نشستم. میفهمم این روزا حال هممون گرفته است. آره این روزا روزای حال خوبی نیست، ولی به قول عمو میگذره. اگه این دفعه من بگم همه چی زود زود میگذره و مشکلات تموم میشه چی؟ وقت واقعا میترسم. شک نکن دیگه این دفعه فرق میکنه. پس حق دارم بترسم. چی شده؟ نمیدونم، مطمئن نیستم، ولی دلم خوشبینه. احساس میکنم همین روزا همه چی رو عوض میکنم. تو رو خدا باز نره یه ریسکی بکنی همه چی خرابتر بشه ها. تو این خونه دیگه کسی طاقت ماجرای جدید نداره. خدا من نداره. خانم میخواست همه چیز صادقانه پیش بره. برای همین وقتی اون روز برای گرفتن امضای شما آمده بود، یکی دوباری گفته بود که مال اموال زیادی داره. شما هم قبول کرده بودید، اما گمون نمی‌کردید اینطوری باشه. با اون قبول و اون امضای شما پای وکالت صلح، طبق ماده 41 قانون مدنی همه چیز قانونی و شرعی شد. هم شما میدونستین چی رو امضا می‌کنی، هم عزت الملوک میدونست داره با اموال و شرکتاش چیکار می‌کنه. شرکت هایی که از این به بعد متعلق به جناب عالیه. آخه من نمیدونم باید چیکار کنم. اونا خیلی وقتی که منتظر این جلسه هم میان اونجا، هم از نزدیک شما رو میبینن، هم شما باید سلام. سلام. این خانم کی بود؟ فرزند خونده خانومه، دختر همسر عزت الملوک. پدرشون یه چند سالی با خانم زندگی کردن، ولی بعد از هم جدا شدن و رفتن اون طرف. الان هم ایشون اونجا تو کار بازرگانیه. بفرمایید آقا، بفرمایید خونه رو ببینید. بفرمایید آقا، لطفاً داخل منزل که خواستین تشریف ببرین کفشاتون رو در بیارید. این خانواده اهل نوازند. یا الله هم بگید آقا ناصر، اینا یه سری دلال و بساز و بفروش هست. متاسفانه ارزش این خونها رو نمیفهمن، به همین دلیل هم هست که اسم کلنگی گذاشتن روش.
نمیدونن این خونه ها چه گذشته ای داشته، چه قصه هایی داشته. آقا ناصر، باور بفرمایید اگر مجبور نبودم این خونه رو به حراج نمیذاشتم. حیف این خونه است، خونه هویت آدم است. ولی خب روزگار هزار و یک جور بالا و پایین داره. با این اوضاع و احوال فعلی باور بفرمایید که منم دستم خالی خالی. آقا جلال این کارا چیه؟ اینا کی هم فرستادی خونه ما؟ متاسفانه این بچه ها رفتن سر خود بنگاه، خونه رو گذاشتن برای فروش. گفتم نکنه یه موقع بیان اینجا کاری بکنن، بیادبی بکنن که شما رو ناراحت بکنن. این که خودم گفتم حضوران خدمت برسن. آقا ناصر، من با افتخار حاضرم از شما به خانواده دعوت کنم تشریف بیارید منزل ما، حداقل تا وقتی که یک منزل مناسب در شأن شما پیدا بشه. خدا شاهده تعارف نمی کنم، یک کلبه درویشی هست، دور هم هستیم، اون روزگار رو میگذر. بایسه آقا، خانواده این پایینه. یا الله بگید آقا. یا الله، یا الله بگید. یا الله، یا الله، یا الله، یا الله. گوش کن پسر، این ماجرا اینجوری تمام نمیشه. این خونه در قبال بدهیت بود، در واقع پول خودم بود که داره نقد میشه، اما ماجرای کامیون و مواد من سر جای خودش هست. ببین پسرم، متاسفانه این بچه ها افتارشون دست خودشونه. حیف، حیف این صورت نیست که چیز جزاش باقی نمونه. ترسم خدای ناکرده، خدای ناکرده پدر پیرت یک شبی جنازت دور اطراف این شهر پیدا بکنه. اون وقت من نمیتونم خودم ببخشم، نمیتونم. سلام، کجایی؟ کار داشتم، باید میرفتم. برای تو این وضع و اوضاع عمو رو ول کردی به حال خودش رفتی؟ نمیتونستم بمونم. ببین بابا، عمو گناه داره، حالش خوب نیست، الان نباید کنارش باشی تو. نمیذارم بعد یه هم آقای آقا با خفت و خالی زندگی کنه. چی کار میخوای بکنی؟ چی کار میتونی بکنی اصلا؟ به من اعتماد کن برای تو، به سرکوش گشتم بودش. حامد رو خدا دست به کار احمقانه ای نزنی، توکل کن به خدا. به من اعتماد کن. حامد چی شده؟ زنگ بزنم اونجا، بزنم زنگ بزنم اونجا. باید بیشتر مراقب باشین. بله. مطمئنی نمیخواییم بریم بیمارستان؟ نیازی نه.
برای چندمین بار شرکت خودروسازی فرانسه داره مکاتبه میکنه، اما ما نمیتونیم باشون معامله کنیم. امیدوارم با حضور رئیس جدید یه سری مسائلمون حل بشه. شما حساب کنید وقتی دو ماه سهامدار اصلی شرکت داروسازی رو ندارین به مشکلات زیادی برخورد میکنید، اونم تو این وضعیت سخت. برای اسناد و اوراق هم ما دچار مشکلیم. ما نیاز به امضای رئیس هیئت مدیره داریم. آقای دکتر هم وضعیتش مثل ماست. دقیقاً. به هر حال امیدوارم با مشخص شدن ماجرای وراثت و انتقال قانونی سهام‌ها حق امضا مشخص بشه و وضعیت برگرده به روال سابق. منم امیدوارم با این جلسه همه چی حل بشه. شما اصلا نگه هم دارم. من خودم حواسم به همه چی هست. بیارتون راحته باید بشه. بفرم. مهدی مگه شما خودتون تشریف نمید؟ استدعا میکنم. بفرم. ببخشید جلسه محرمانه است. یعنی چی آقا؟ مگه میشه اون پایین اتفاقی بیفته و من در جریان نباشم؟ من ازتون خیلی عذر میخوام. بفرمایید. دست شما درد نکنه. هیچ کس نمیفهمه قرار گرفتن تو این شرایط چقدر میتونه سخت باشه. بله سختیش بین تکلیفم روشن نیست، یعنی میدونین بین زمین و هوا. اولین باری که منم پامو گذاشتم تو این خونه همین احساسو داشتم. البته اون موقع خیلی کوچیک بودم. راستش من گیجم، یعنی نمیدونم دور و برم چی میگذره. انگار یه خواب عمیق لازم داشته باشی، یه خواب ابدی. قهوه‌تون رو بخوری، کمک میکنه بهتر فکر کنی. شما چی کار کردی؟ من؟ وقتی توی موقعیت قرار گرفتی؟ گذاشتم پیش بیاد. وقتی فهمیدم باید هوشیار باشم باهاش روبرو شدم. نمیدونم چی کار باید بکنم. شما با من فرق میکنی. من موقع چاره دیگه ای نداشتم. چرا؟ من تنها بودم. تنهای تنها. سعی کردم شیرین باشه. معلوم. اگه اجازه بدین من دیگه برم. کجا؟ خونم. خونه شما اینجاست؟ لطف دارین اختیار دارین. اینجا خونه شماست، ما هم تو خونه شما مهمونیم تا وقتی شما اجازه بدین. نه بابا این چه حرفیه، اینجا خونه شماست. با اجازه. صبر کنین اجازه بدین بگم سویچتونو بیارن. نه ممنون زحمت میشه. چه زحمتی، حالا دیگه ماشین شماست. همینطوری راحت‌ترم، خودم میرم. نمیشه که اینطوری،
پس اجازه بدیم بگم رانندتون بیاد. اکبر آقا، اکبر آقا. بله خانم. لطفاً بگین آقا رو تا مقصدشون برسونن. حسوه چشم. خیلی ممنون. هر کاری داشتین بهشون بگین. راننده شخصی شما. البته من اگه جای شما بودم یه ماشین جدیدتر و شیکتر میگرفتم. خیلی ممنون. با اجازه. همین بغلا اگه نگه داری من پیاده میشم. بابا چیزی اگه میخوای من براتون میگیرم. نه ممنون، تشکر خودم. به من گفتن. نه نه لازم نیست، میمونی تو ترافیک گیر میکنی. دیگه نمیشه این وضع تحمل کرد. اصلا فکر نمی کردم اینطوری بشه. بگنه پامو اینجا نمیذاشتم. من که قرار نیست کوتا بیام. حالا باید واسه سهممون هر چقدر کم التماس این بچه گدا رو بکنیم که بیاد پای اوراق و اسناد رو امضا کنه. امروز با یه وکیل صحبت کردم. از کجا معلوم که عمه رو مجبور نکرده باشه؟ از اینا بعید نیست. اول قاپ عزت الملوک رو دزدیده و بعدم هر حال پیریزنه دیگه، احساساتی میشه. بعد میشه بپرسم حضرت عالی واسه چی میخندی؟ ببخشید ولی حرفاتون واقعا احمقانه و بچگانه است. شما که حرفای بزرگ بزرگ بلدی چرا ساکتی؟ پس چرا حرف نمیزنی؟ حرفاتون احمقانه است چون اصلا طرفتون رو نمیشناسی. بابا این بیچاره انقدر ساده است که اصلا نمیدونه صاحب چه ثروتی شده. آها شما تو همین دو سه کلمه که باهاش صحبت کردی متوجه شدی؟ صداقت تو همون نگاه اول خودشو نشون میده. این بیچاره خیلی پیشیل پیل است. نگران سهمتون نباشی، همشو بهتون میده. سهممون؟ سهممون این خونه و همه شرکت هاست. ما دنبال پول نیستیم، دنبال حقمونیم. حقمونم تمام دارایی عزت الملوکه. نه یه غیرون کمتر، نه یه قیلون بیشتر. میدونم ناراحتین، درکتون میکنم، ولی این خواسته خود عزت الملوک بوده. ما باید بهش احترام بذاریم. ما باید ناراحت باشیم، همونطور که تو نباید ککت بگزه، چون شرعن و عرفن چیزی از دست ندادی، اصلا وارث محسوب نمیشی. من چشم دنبال ارث و میراث نیست، این پول بر من اهمیتی نداره. معلومه نباید باشی، چون برخلاف ما هیچ اعتراضی نداری. اعتراض نمی کنم چون همین مقداری که برام گذاشته کافیه. همونم نباید بهت میرسید. بلایی که بابات سر خاله من آورد، من اگه جاش بودم هیچ سهمی بهت نمیدادم. اصلا تو واسه چی پا شدی اومدی اینجا؟ بلند شدم اومدم چون بهش مدیونم. واسه این سهمی هم که برام گذاشته برخلاف شما ازش متشکرم. ضمناً دیگه هیچ وقت اسم پدر منو نیار. هیچ وقت. آخه من نمیدونم باید چی کار کنم. نیازی نیست شما کاری انجام بدین. در واقع همه کارا انجام شده. آخه من حتی نمیدونم چی بگم. خب بالاخره یاد میگیری. ضمناً شما تنها نیستین. این شرکت خودش کلی مشاور داره که 24 ساعت در خدمت شما. به نظر من معلم روزش. ببخشید قربان. ولی باید کارهای قانونی خیلی سریع زود انجام بشه تا من بتونم برم دنبال کارهای مالی.
اینجوری به نفع هممونه. تعجبم چطور خدا بیامرز این کارو کرد. با همون کاغذی که شما امضا کردین. اون در واقع یه سولنامه بود برای اموال خانم عزت الملوک که شما قبولش کردی. خب اصلا فکر نمی‌کردم اینقدر پول داشته باشه. من فکر کردم هیچی نداره. خندم گرفته بود. اون همه چی داشت ولی هیچ وقت دلبستش نبود. به خاطر همین هم بود که خیلی راحت ازش گذشت. همیشه میگفت اون چیزی که ما امروز داریم ممکنه فردا همش از دست بدیم. اینجا؟ بله بفرمید. سلام. 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 خوش آمدید. سلام. سلام. خوبی؟ بفرمید. بفرمید. اینجا اتاق شماست. هر تغییری که خواستیم بدین فقط کافیه که امر بفرمایید تا به سلیقه خودتون طراحی و چیدمان بشه. همین خوبه. به هر حال اگر کمی کسری هست شما بفرمایید حتما انجام میشه. آقای شاهشانی اینجا چی کار میکنیم؟ بنده که وکیل شما برای انجام امور حقوقی، ولی این مجموعه در واقع هولدینگ یا شرکت مادره که سهامدار اصلی شرکت‌های زیر مجموعه خودشه. اگه خاطرتون باشه اون روز تو منزل دوستان من گزارش لازم خدمتون گفتم. یعنی دقیقاً چی کار میکنم؟ اصل کار در واقع مدیریت سرمایه است. سرمایه و سهامی که در شرکت‌های تابعه هست. هولدینگ؟ یعنی مجموعه ما مالک و صاحب سهام شرکت‌هایی هستن که کار تجاری و صنعتی میکنن. البته هر کدوم از اونو برای خودشون یه مدیریت مستقلی دارن. ولی در مجموع همه اونها زیر مجموعه شرکت مادر هستن. یعنی اینجا، یعنی اون شرکت هم واسه ما. البته بعد از تشکیل جلسه امروز و طی مراحل قانونی. با اجازه تو من چند لحظه میرم. با اجازه برای تسریع کارهای قانونی گفتم اعضای هیئت مدیره و مجمع هولدینگ امروز بیان. خب اینجا یا اتاق کنفرانس؟ منم باید باشم. این جلسه حتما باید تشکیل بشه به خاطر همون موضوع. شما باید حق امضا داشته باشی. اتاق کنفرانس. باشه. باید عرض کنم حدود 10% از سهم بازار آلومینیوم کشورم در اختیار گروه صنعتی ماست. شما میتونید همه شرکت‌های تابعه حتی سالن کارخانجات اینجا مونیتور کنید. این الان شرکت گروه صنعتی که جناب مهندس رحیمی مدیر عاملش هست. ما قبلا گزارش‌های هفتگی رو برای خانم میفرستادیم منزل. ولی الان شما میتونید آنلاین هر لحظه که بخواید با مدیران ارتباط برقرار کنید. شرکت سیمان همینجوری که تو گزارشات هست از سال 1380 مشغول فعالیته. کلیه سهام شرکت در اختیار مجموعه ماست و شریک دیگه ای نیست. این هم مانیتورینگ شرکت که از همینجا شما میتونید تحت نظر داشته باشینش. ملاحظه بفرمایید. ما هم در شرف تأسیس یک شرکت بیمه ای بودیم که متاسفانه با فوت خانم این کار به تعویق افتاد. ولی حالا با حضور شما که هم جوان هستید هم خلاق این کارو با سرعت و انگیزه بیشتری میتونیم پیش ببریم. البته بیشتر کاراش انجام شده. بخش من برمیگردم. خانم
ببخشید. مشکلی پیش اومد؟ آقا من نمیفهمم اونا چی میگن. خب به مرور زمان متوجه همه مسائل میشید. آقا شاشان الان بحث این حرفا نیست. من دلشوره خونه رو دارم. اصلا نرده باشه. هیچ اتفاقی نمیفته. میخوام بریم یه بازدیدی از سالن داشته باشیم. نه بابا الان نه. وقت برای این کارا زیاده. من هر لحظه که اینجا باشم ممکنه خونه رو از دستم درارم. اصلا تو دلم داره خالی میشه. نگران نباش. من آمارشو دارم. آخه شما نمیدونین جلال چه دندون گردیه. ببین آقای ظروفچی، درسته که من یه وکیلم، ولی 100 تا پیرهن پاره کردم تا به اینجا رسیدم. من با 1000 تا مثل جلال سر کار داشتم. خوب شاگرداشو نمیدونم که چی. به من اعتماد کنید. شما به من حق بدین که نگران باشم. خیلی خوب. پس بریم داخل که جلسه رو تمومش کنیم. آخه ببینید آقای ظروفچی، برای اینکه ما بتونیم به پول دسترسی داشته باشیم شما باید حق امضا بگیرید تا حساب باز بشه. و اینم مستلزم داشتن صورت جلسه همین نشسته. بفرمایید کاری کنید. بفرمایید. شما که گفتین صورت جلسه بشه کار تمومه. عرض کردم خدمتتون صورت جلسه باید بره اداره ثبت شرکت‌ها. اونجا باید یه کاری انجام میشه روش، باید یه گواهی به ما بدن. ما با اون گواهی باید بریم بانک، اونجا هم یه کاری باید انجام میشه، اون موقع دیگه جنوبالی صاحب امضا میشه. کلی کار داره پس. نه دیگه، بخشی از کاراش انجام شده، یه بخشش هم من سفارش کردم دوستان انجام دادن. الان دیگه کار زیادی نمونده، بقیهش هم داره به سرعت روال عادی خودش تهیه میکنه. امیدوارم فقط دیر نشه. نه انشالله فردا صبح من میام خدمتتون که به اتفاق با هم بریم برای کارهای ثبتی و بانکی. بسیار. ولی شما چرا انقدر نگران اینا عجله دارید؟ ماشاءالله با این ارث میراثی که به شما رسیده شما میتونید یه قصر تو هر جای شهر برای خودتون بخرید. بله، اصل پولش نیست. من پدرم عاشق اون خونه است، تمام خاطراتش با اون خونه است. بله، حق با شماست. یه خواهشی هم داشتم. چه خواهش؟ فعلا تا اونجا که ممکنه کسی راجع به موضوع چیزی ندونه. باشه چشم. اینطوری بهتره. جایی رفته بودیم؟ بله رفتیم شرکت. آقای شهشانی با سرمایه گذارا جلسه گذاشته بود. منم که خب هیچی رو نمیدونم، همین نگاه میکردیم هم دیگر رو فقط. تا خودشون دیگه حرف زدن یخشون باز شد و خدا رحمت کنه عزت الملک. فکر همه جا رو کرده بود. با دو تا از این کله گنده هاشون صحبت کرده بوده، گفته میخواد چی کار کنه. اون وقت همینطوری رفته بودیم؟ گفتم شهشانی هم با من بود. یه پیشنهاداتی هم دادن، البته من گفتم اگه صلاحه. منظورم اینه که با همین سر و شکل و لباس. آره اگه اشکالی داره. شما دیگه نباید این شکلی بگردین، مخصوصا جلسات به این مهمی باید شیکتر و شکیلتر باشین. الان همه چش و گوش و حواسشون به شماست، شما همه کاری اونجایی. لباس بخرمون سینا بود، اونم دیگه باید با یه برند درجه یک سر فرصت قرار داد ببندیم که کار لباستون رو انجام بدن. تا اون موقع دوتایی با هم میریم خرید، چند از لباس خوب میگیریم. آخه پوله چی؟ شما دیگه نباید الان نگران پول باشی. خیلی خوب باشه، منو در جریان بذار هر اتفاقی که میفته. ببین یادت نره در دسترس باشی.
جلسه معارفه بوده بدون حضور من و شما. شاید احتیاج نبوده که ما تو این جلسه باشیم. اینطوری فکر کنی کلات پس مملکت است. تو این بازی هر کی حواسش نباشه بازنده است. به این پسره نمیاد بخواد از این کارا بکنه. احمق‌تر از این حرفاست. سعی میکنه احمق به نظر بیاد. انقدر باهوش بوده که بره تو موقع عزت الملوک. فقط نمیدونم این وسط پریناز کجای این بازی وایستاده. جلو خواستم شما راحت بشه. برای نقم جا بود. مزاحم نمیشه. نه عزیزم، دارم با یه آدم مهم میام پیشت، یه آدم حسابی. باشه، پس شیک‌تریناشو برامون بذار کنار، تو همون سایز که بهت گفتم. اوکی، لوکیشن یادت نره. چان تو لندن باش آشنا شدم، مملیگ یکی از بهترین برند است. میگم حالا خیلی هم جای گرون نمیخواد بریم. اختیار داری، آخه پول بی خودی خرج کردنه. شما دیگه الان آدم مهمی هستی. آخه نداری. دیگه اگه ازیاد شدی؟ چرا؟ اتفاقا خیلی خوش گذشت، حوصله‌ام اینجا سر رفته. واقعا؟ از اون چیزی که فکر میکردم خوشتیپتری ها. جدی؟ آره، این حرف دوستم بود، کلی هم جلوش پوز دادم. دستش درد نکن؟ البته به موقع چشخورم بهش رفتم. چشخوره برای چی؟ حواسم نباشه دزدیدنه. کسی کاری به من هم میگم که من اگه اجازه بدی دیگه رفت زحمت کنم. کجا؟ اونه دیگه. آها باشه. اکبر آقا. بله خانم. بی زحمت چمدون آقا رو بذارین تو ماشین. نه ماشین نمیخواد، همین بذار تو موتورم. با موتور که نمیشه. چرا نمیشه؟ میبندم با کش میرم. اون روز یادت نیست چی شده بود؟ خطرناکه. اون دفعه لحظه حواسم پرت شد. کاری نداری؟ مراقب باش. خدا. آقا حامد سلام. سلام، خوبی؟ خیلی ممنون، بفرمایید. این کلید و ریموت دره، هر وقت دوست داشتین راحت بتونین برید. بابا لازم نیست من بخوام بیام در میزنم، تو هم خواستین بیام یه یالا میگیم دیگه. نه لازم میشه حالا پیشتون باشه یه وقت، بفرمایید. مطمئنی؟ بله راحت بشین شما. دست شما درد نکنه. خیلی زحمت کشید. سلامت بشه. خواهش اجازهتون. خواهش می‌کنم. مواظب خودتون باشید. ببخشید موتور مواظب باشین بشه. خواهش می‌کنم. با اجازه. خدا نگهدار. خدا.
اجازه هست؟ چقدر خوشتیپ شدی؟ خیلی کوچالواری نیستم. خیلی خوب شدی. شیکتر و جذابتر. حالا بهتر شد. سلام. با آن امری داشته؟ تنها تو میذارم. ظاهرم با آن تماس گرفته بودین.